سلام دوست عزیز، به چنل ما خوش آمدین. امروز ما طرز دهی یک ماهی بسیار خوشمزه و سیره برتان نشان میدم. ببینید که هیچ روغن نداره و شما میتونید از ویتامین های استفاده کنین و بر نوروزتان جور کنین و پیش از پیش نوروز بر شما مبارکی میدم. سال نو خوش و پر از میمنت داشته باشین. مواد لازم از بسیار ساده، زیاد مواد ضرورت نداره. ماهی سیبز است که نظر به ضرورت استفاده میکنین، نمک هست به ضرورت و مصالح ماهی که مکش برتان نشان میدم و سیر رنده شده به ضرورت است که همش به مقدار ضرورت است. این مصالح ماهی است که از لذیذ است و شما میتونین از برندهای دیگه شما استفاده کنین، ولی این مصالح بسیار خوبش است. لیمو رو من در آخر استفاده میکنم و سیر ترک میبینید به این شکل سیر تازه رو رنده میکنین. شما میتونید از دیگه سیر هم استفاده کنین، اما تیست از سیر بسیار خوبش است و وقت تازه استفاده میکنین خوشبویش زیادتر میباشه. ماهی رو ما میگیریم میشوییم پاک ستره. ماهی رو ببینید وقتی که فرمایش میدین در ماهی فروشی میرین بگوین به شکل کتاب بر شما جور کنه و این ماهی از بین نصف شده، داخلش پاک شده و پاک ستره ماهی است و شسته شده و از پشت شما کم توتا میکنین داخلش به این شکل میباشه، همش پاک ستر است و شما اینه به این شکل پشتایش کم کم برای کارت توتا میکنین و بعد از او شما اینه اخته میکنین. یعنی مطلب است که مساله رو خوب به خود جذب کنه. اول کم نمک پاش میتیم، نمک ببینید کم کم ما پاش میتیم و باز سیر به این میزنیم. سیرم یعنی قدر زیاد نیست، به اندازه کم کم که تنها مایی کم کم به او پاشه و باز مساله یعنی اگر مساله رو شما تندتر میخواین مسالهش زیاد پرتین، اگر مساله رو کم میخواین مسالهش کم کم استفاده کنین. این هیچ مواد لازم زیاد ضرورت نداره. کم سیر کم نمک شما به چهار طرف از او همشه پخش کنین و خوب مایی باید به این شکل که در تصویر میبینین شما جور میکنین، یکی بالای دیگه در یک ظرف مناسب از بگذارین، یعنی قالب باشه یا پتنوس دارین، در هر چیزی که شما بر شما لازم است مناسب است شما به او بانین. این مایی را به این شکل اخته کنین. اخته کردن ازی هیچ کار مشکل نداره، شما فقط سیر رنده میکنین امرای نمک و این مساله شما به این همشه بروش میزنین و بازو به یک ظرف شما این بگذارین که خوبی اخته شده. تقریبا 2 ساعت 3 ساعت یا زیادتر شما میخوانین زیادتر بانین این شما میتونین جور کنین. و این در دهی را من صرف در منقل کباب میکنم. شما میتونین این را سرخام کنین در روغن، کم روغن پردین در مایتابه و بازو شما را سرخ کنین یا در داشتیر میکنین میمانین. وقتی رنگش طلایی شد پخته شد شما را میکشین. مقصد بهترین طریقیش است که این مایی باربکیو شود یا در این منقل زغال این پخته شود. زغال ما تازه میکنیم و حرارت شود زیاد است و میگذاریم کمک حرارت زی پایین شود و حرارتش که به طرف میدیم و های بود کمک، یعنی از حرارت میدیم کده باید کمک بالا باشه حرارتش. نیمو قوق آتش شما که میبینین کمک آتشش کم باشه باز این مایی خوب پخته میشه. به این شکل که میرسه شما مایی را به این قالب ها که دارین شما به دبین ازی بگذارین، 2 دانه 3 دانه هر قدر قالب دان جای داشت شما با بمانین و از یک روی به دیگر روی شما ایره در داده برین، به خاطر از اینکه یک روش نسوزه، آتش کمک حال تیز است، یک روش نسوزه، از یک روی به دیگر روی شما ایره میتونین بکنین و وقتی که سرخ شد مایی پخته است. مایی بسیار نازک است، زود پخته میشه و ای زیاد بر پخته کردن زیاد هم ضرورت نداره و به می سادگی شما یک مایی خوشمزه را درست میکنین. وقتی که از قالب کشیدین ببینید به چه شکل مایی مایی جدا میکنم. شما هم به می شکل یک کم ضربه بس روی قالب مایی وارد کنین و به آسانی شما مایی را از قالب جدا کنه میتونین. نه توتا میشه، هیچ چیز نمیشه، بهترین مایی خوشمزه، بهترین مایی که یعنی شما اگه این مایی را یک دفعه بخورین مایی سرخ کده را دیگه نخواد خوردین. اینقدر صحی است که ما براتون گفتن نمیتونم به خاطر هیچ روغن استفاده نشده و نرمال و طبیعی سرخ شده. این مایی را شما میتونین برای روز نوروز استفاده کنین و کسایی که مخصوصا سرخ کده خوردن نمیتونن بهترین آپشن است برشان گیره بخورن و شما ببینین به همراه نارنج افغانی ایره صرف میکنین برایش کمک قوری انگور هم میتونین پاش بدین. اگر تندتر میخواین مرچ پاش بدین. این مایی خوشمزه را استفاده کنین. خدا کنه این طرز خوشتان بیاید. اگر خوشتان بیاید لطفا لایک شیر سابسکرایب و فراموش نکنین. سال نو خوش، روزای خوش برتان میخوایم دوستای عزیز. لایک شیر سابسکرایب و فراموش نکنین. خدا حافظ.